عرض کنم که نکته بسیار مهمش این بود. اولا خب میدونید نظریات مختلفی مطرح بود که چرا رئیسی رو کاندید کردن، چرا خامنه ای یه همچین مهره ای رو برداشته ورده تو انتخابات که اگر شکست بخوره خب یه هزینه است براش. یه نظریه این بود که به هر صورت وقتی که یه همچین آدمی رو میذاره جلوی روحانی، آدمی که مشارکت مستقیم در قتل عام زندانیان سیاسی داشته، با چهره بدی که داره میتونه این باعث گرم کردن تنور انتخابات باشه. این نظریه مطرح بود. با نتایجی که الان به دست اومده و به نظر میرسه که روحانی با تفاوت زیادی از صندوق آرا بیرون خواهد اومد، این نظریه به نظر من تقویت میشه. و تفاوتش با دورهای قبلی اینه که ما اگر از 22 خرداد 76 یعنی 20 سال پیش نگاه کنیم که با وعده و وعید بالاخره اومدن، شعار اصلاحات بود، وعده و وعید و چه خواهیم کرد و چه خواهیم کرد، با وعده و وعید شروع کردن، آرام آرام رسوندنش به بد به جای بدتر که حالا مثلا به دیگه این بار دفعه آخر با توافقش حتی با 4 سال پیش که نگاه بکنید دیدید که 4 سال پیش چقدر روحانی وعده و وعید داد که ما حقوق شهروندی رو برمیگردونیم بهتون، آزادی میدیم، روابط با جامعه بین‌المللی خوب میشه، نمیدونم سفرتون رو رنگین‌تر میکنیم، هم سانتریفیوژا باید بگرده، هم نمیدونم چرخه اقتصاد بگرده. خب از اون وعده وعیدهای 6 کلوم اجرا نشد. این بار توی این نمایش انتخاباتی به طور مشخص وعده وعید نبود زیاد، حتی در خارج کشور صحبت از ترساندن از رئیسی بود. اون کاری که تبلیغاتی که در خارج و داخل میشد همین بود، ترساندن مردم. این نشانه اینه که واقعش اینه که مردم رو به سختی میتونن اینا با وعده و وعید فریب بدن و همین برگ ترساندن این به اینجا رسونده. این یکی از نکات به اصطلاح متفاوتی بود که من دیدم. البته نکات زیادی رو میشه راجع بهش بحث کرد ولی به نظر من این مهمترینش بود. بسیار ممنونم آقای دایی عزیزم. اخباری هم در مورد حضور برخی چهره های مشهور در محل اخذ رأی منتشر شده. خود شما عکسی از آقای علی علیزاده، به هر حال خب این چهره ای بود که در این سالها در حداقل لندن در رسانه های لندن نشین بسیار تند تبلیغ جمهوری اسلامی رو میکرد. یا خبری که آمده بود که در یکی از شهرستان های تهران رأی آقای رئیسی صفر بوده، یکی از شهرستان‌های ایران رأی آقای رئیسی صفر بوده ولی در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در حومه شهر لندن رأی آقای رئیسی 382 تا اگر اشتباه نکنم از 700 تا رأی متعلق به آقای رئیسی بوده. اینها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یا حضور جیسون رضاییان که تصاویری از اون منتشر شد، البته صحت این تصاویر رو به غیر از اونهایی که خب حالا دوستان معتبری مثل شما یا همکاران دیگر رسانه‌ای گذاشتن نمیتونم من مستقلن تایید کنم، ولی این افراد و این افکار رو چگونه ارزیابی کردید در خارج از ایران بیشتر؟ خب ببینید هر کسی به یه دلیل خاصی میتونه شرکت بکنه، همه رو نمیشه به یک نوع قضاوت کرد. من از آقای جیسون رضاییان تعجب میکنم. ایشون اومده از جمهوری اسلامی شکایت کرده در دادگاه آمریکا که لابد میخواد از پولایی هم که احتمالاً ممکن هم باشه دیگه، از پولایی که جمهوری اسلامی بلوک شده اینجا بخش هم حتما به ایشون باید بدیم. خب شما اگه جمهوری اسلامی سیستمش قبول داری برو همونجا شکایت کن اگه جرأتشو داری، چون شما رو گرفتن. آقای جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست بود، به اعتراف خودش، به اعتراف مسئولین واشنگتن پست، یک کلام علیه جمهوری اسلامی ایشون چیز بدی ننوشته بود. ولی از اونجا که می‌خواستن گوش خبرنگارا رو بگیرن، گروکشی کنن علیه آمریکا، ایشون ایرانی آمریکایی بود، وسط ماجرای کشیده خورد. حالا اومده در آمریکا هم شکایت کرده. بعد در انتخابات هم شرکت میکنه، تو توییترش هم تبلیغ هم میکنه. از دیگران هم عکس منتشر میکنه. من متوجه نمیشم. شما جمهوری اسلامی شکایت کردی، خسارت هم می‌خوای، بعد میری در انتخابات شرکت می‌کنی، تبلیغش هم می‌کنی، بعد قبول داری اون سیستمو دیگه، لااقل تاثیر. برو اگه میتونی خب برو همونجا که رأی دادی برو شکایت هم بکن. تعجب انگیزه. برخی دیگه خب حالا من به همه نمیشه یه دیگه، اون آقای علیزاده که بابا اینا در فکر و خیال و رویای دون کیشوتی مبارزه با امپریالیستن و چون جمهوری اسلامی گهگاهی نعره ها
و جیغای ضد آمریکایی میزنه، اینا خوششون میاد لابد. اگه مسئله ساندیس خوردن نباشه اینه. واقعش اینه که عرض کردم، شما اگه به اون انگشتی که همون علیزاده اینجوری با کت سبزی که بنفش که پوشیده، نکته مهمش اینه که دیشب همین بحث کردیم که بالاخره یه موقع اینا بود تو انتخابات که میومد تو 20 سال پیش وعده وعید دادن مردم رو با وعده وعید دموکراسی و اصلاحات و نمیدونم گفتگوی تمدن ها کشیدن پای صندوق های رای. درست؟ یواش یواش از اینا خالی شد. رای بدیم احمد نژاد بیاد، رای بدیم جلیلی نیاد، بعد الان شده رای به رئیسی نیاد، یعنی بعد به بدتر. ولی شما به چهره اینا نگاه بکنید، به تبلیغات اینا نگاه بکنید، از خوشحالی از رفتار اینا، مثلا آقای نبوی و اشته ویدیوی خاتمی رو که و اشته داره رای میده به نفعش یه سری از طرفدار خودم شعار میدن، ببینید تبلیغی براش میکنه. این دیگه صحبت بد و بدتر نیست، صحبت عشق و عاشقی به ایناست، صحبت علاقه به ایناست. اینا علاقه دارن، اینا رو ناجی خودشون میدونن. ببینید اینه، یعنی فرهنگ ذلت و حقارت که شما عادت بکنید تو این سیستم تمام دنیا تو سقف خاصات تو همین چارچوب ببینی، با افتخار خانم طباطبایی که تو هاروارد نمیدونم فلان و اشته برید توییترش میخونه، این رفقای توییتر پارسی آنچنان تبلیغات میکنن به نفع این انتخابات که مردم شرکت کردن، یهودی ها و مسیحی ها و اقلیت های مذهبی، آدم تعجب میکنه میگه این خبرگزاری مهره یا نخیر خانم در هاروارده. اینه میخوام بگم، این فرهنگ ذلت، این چیز جدیدی نیست که بخوام بگیم در مقایسه با دورهای قبل جدیده، ولی روز به روز افتضاحش بیشتره، روز به روز عمیق‌تر میشه این ذلت، روز به روز سطحش هی میاد پایین. رسیده به اینجا که دیگه عشق و علاقه به روحانی، آخه ببینید اینه واقعا. آقای دایی، وقتی که به این فضا نگاه میکنیم میبینیم که در داخل ایران گروه بزرگی هم از کسانی که حق رأی داشتن شرکت نکردند. ساعت 6 بعد از ظهر، 56 بعد از ظهر بود که خبرگزاری ایلنا گفت سقف تعرفه های مصرف شده در شعب انتخاباتی از مرز 20 میلیون گذشت و بعد هم تا ساعت تقریبا 10 شب این رقم رو 22 یا 24 میلیون اعلام می‌کردند. اگرچه بعداً صحبت‌های ارقام دیگری رو دارن مطرح می‌کنن در حال حاضر و بعد از پایان رأی‌گیری، اما اونچه که مشخص هست بخش عمده‌ای از 56 میلیون رأی کسانی که واجد شرایط رأی دادن بودن در انتخابات شرکت نکردند. آیا هیچ سازماندهی یا هیچ گونه کوششی برای رساندن صدای کسانی که در این انتخابات شرکت نکردند هم به گوش میرسه و میشه از اون امید داشت که از اون بشه استفاده کرد؟ اولا که من بارها گفتم آقای آقازمانی عزیز، یک ذره یه مثقال نباید به این آمار ارقامی که وزارت کشور جمهوری اسلامی میده اطمینان کرد. آخه در کجا اینا در کدوم زمینه آمار درست و حرف راست گفتن، دروغ نگفتن که ما باور کنیم؟ یه تورم که راحت تر میشه اینو راستی آزمایی کرد که ببینیم راست میگن یا دروغ. آمار یعنی نرخ تورم، وزارت اقتصاد یک چیز میگه، بانک مرکزی یک چیز دیگه میگه، نمیدونم گمرک یک چیز دیگه، هر کدومشون. من یادم چند سال پیش یکی از این رسانه‌ها بررسی کردم که در یه زمان مشخص نرخ تورم از 7 تا 38 درصد مقامات مختلف میگفتن. بنابراین رژیمی که در زندان تجاوز میکنه بعد اعلام میکنه، حکومتی که در دنیا داره مثل آب خوردن جنایت میکنه، مثل آب خوردن، اصلا جان انسانی بهش مطرح نیست، به نام خدا و پیغمبر جنایت میکنه، به نام خدا و پیغمبر صبح تا شب دروغ میگه به مردم، این چطور میرسه که به انتخابات که میرسه آماری که میده رو ما باید بپذیریم؟ 63% یعنی به مردم ایران 38 ساله هی دارن ظلم میکنن، هی فشار میارن، بدبختر میکنن مردم رو، مردم بزم همیشه 60-70% شکایت میکنن. اینو به هیچ وجه نباید پذیرفت، به هیچ وجه. اینا یه سری صندوق ها مثل حسینی ارشاد که تمام همیشه خبرنگار خارجی حسینی ارشادن میبرن اونجا، بخصوص خب بالای شهر همیشه طرفدار روحانی، طرفدار خاتمی اونجا، باشون هم مصاحبه میکنن، بعدش هم انگلیسی بلدن، خبرگزاری ها پخش میکنن برای حکومت، واقعا اونجا بازار شیرینی فروش هاست، کیفش میکنه. ولی این آمار ارقام دروغه، تردید نباید کرد که بیش از نیمه مردم شرکت نمیکنن.
خب حالا چجوری میشه بلندگوی این مردم شد، صدای مردم رو به دنیا رسون؟ خب وظیفه ماست تا اونجا که میتونیم. طبیعیه که اون بخش، یعنی بخش اون که طرفدار نظامن یا طرفدار بقای نظامن یا امید بستن به اینکه از داخل این نظام یا امامزاده پیداش مشکلات غرب رو حل بکنه، خب هم قدرت مالی بیشتری دارن، هم قدرت سیاسی بیشتری دارن، امکانات رسانه‌ای دارن، تبلیغات به نفع اونها. شما نگاه بکنید تلویزیون صدا آمریکا که پول مالی دهندگان آمریکاست، به غیر از فکر نمی‌کنم حتی 10% مهمانانی که تو این چند ماه آورده کسانی باشن که مخالف شرکت در انتخابات باشن، یعنی حرفم بیش از 50% رو بزنن. بی بی سی که هیچ. خب ببینید ولی در این شرایط ما که نمیتونیم کنار بکشیم وظیفه. خب مبارزه کردن فقط اسلحه دست گرفتن و اینا که نیست، فقط اینجاها نیستش که، مبارزه سیاسیه تو این کارزار دروغه، مبارزه با این جنگ رسانه‌ایه، با ارتش سایبریه، با تبلیغات وسیعی که اینها میکننه، پولای فراوانی که خرج میشه. طبیعتا ما باید صدای اونها باشیم، به هر میزان که ما کار کنیم موفق بشیم که مردم بگیم بالا شرکت نکردن و تحریم خودش یک مبارزه است، یه فعالیته. جالبه که به ما ایراد میگیرن میگن که ها تحریم که یک حالت غیر انفعالی است، شما هیچ کاری نمیکنید. حالا شما که رفتی رأی دادی اعلان که تموم شد دیگه، این دکان انتخاباتی تموم شد، حکومت الان میوهش رو میخواد بچینه، از این به بعد میوه مشروعیت شروع کردن، همین الان تویتا پارسی، بهمن کلباسی، همین گنگ شروع کردن در توییتر نانشو خوردن. خب این که شد، شما از این به بعد تا 4 سال بعد چیکار میکنید فعالانه که به ما ایراد منفعلانه میگیرید؟ آقایان مبلغ شرکت در انتخابات، آقای گنجی، بهنود و غیره که 24 ساعت تبلیغ میکردی، از الان چیکار میکنید؟ خب روحانی که اومد واقعا تایید تو فکر میکنید روحانی یه مسخال کاری خواهد کرد تو این 4 سال؟ میتونه اصلا کاری بکنه؟ رفت تا 3 سال دیگه انتخابات مجلس میشه، دوباره آقایون تشریف میارن یه دکان جدید را میدازن، بذاریم فلانی نره تو مجلس، میام رای بدیم. اون دفعه میگفتن انتخابات قبلی پارسال به مثلث جیم رای ندید، این بار گفتن یه کار کنیم رئیسی نره. حالا دفعه دیگه هم اینا میرن انتخابات بعدی اگر نظامی در کار باشه، این ولی فقیه یا ولی فقیه بعدی میرن دوباره یکی رو پیدا میکنن دیگه، روحانی که نمیتونه بشه، یکی دیگه پیدا میکنن همین دار دسته، یه آخونده نمیدونم خوش لبخند رو پیدا میکنن، از اون طرف هم دیگه بعد بدتر انتخاب کنن، چون یه موقع مثلا ناطق نوری بود بده، بعد شد احمد نژاد، بعد شد جلیلی، این بار گرفتن یه قاتل آوردن دیگه. خب دفعه بعدی که بدتر بعد بیارن این ورم بعدشون هی داره بدتر میشه دیگه، میدونین تناسب داره دیگه، اگه اونور از ناطق رو رسیدن به بله در حقیقت قاتل، اینور هم همینطوره دیگه، اینور هم دیگه همینجوری، اینور هی بیاد پایین، اونور هم بعد بدترشو بکنن. عرض کردم بعد برن بگردن تو اوین، یکی از اونایی که هم شکنجه میکرد و هم تجاوز میکرده تو کریزک، مثلا جوانا رو کریزک رو تجاوز میکرده، اونو پیدا کنن بذارن، بعد وقت بی بی سی شروع میکنن آقا میخواد این متجاوز میشه رئیس جمهور، بریزید رای بدید چه میدونم به یکی دیگه. من نه فکر میکنم خود شما بودین آقای دایی عزیزم که در همین چند برنامه چند همین یک دو هفته پیش گفتید که بترسیم از روزی که آقای سعید مرتضوی رو به عنوان بدتر ماجرا وارد کنم، میگن اگه این رای ندیم سعید مرتضوی رای میاره. یعنی این طنز تاریخی وجود داره. اما آقای دایی اشاره خیلی به جایی فرمودید به موضوع همین تبلیغاتی که این رسانه‌های جریان عصری انجام میدادند در همین دوران. اون چه که تا به این لحظه از شعب اخصرای در خارج از کشور مطرح میشه، قبلا هم این صحبتی کرده بودیم که خودشون آمارهای خیلی جزئی رو مطرح میکردن، اما برخی از افرادی که حالا به هر حال در فیسبوک یا در اینستاگرام با آدم دوستن و من میدیدم که مثلا در شهرهای مانند نیویورک، حتی یکی از هتل‌های در واشنگتن و همین چنین در هتلی در غرب لس آنجلس اقدام کرده بودن به حضور، رفته بودن که رأی بدن، ویدیوهایی رو گذاشتن که در اون حجم انبوهی از جمعیت به چشم میاد. البته این حجم انبوه که من میگم مثلا تصور ما یک جمعیت 500 نفره 400 نفره هست، مثلا این خب این بزرگه در یک جمعی در مثلا یک شهری که حالا این 500 نفر 600 نفر گرده هم آمدن برای
مشارکت در انتخابات، اون هم انتخابات رژیم اسلامی در میان جامعه ایرانیان آمریکا. آیا فکر میکنید این موفقیتی است، این حضور ایرانیان خارج از کشور در پای صندوق‌های رأی رژیم، این موفقیتی است برای لابی‌های رژیم که حالا از کاخ سفید و نمیدونم جاهای دیگه رانده شدند و حالا دنبال پایسازی‌های از نو همونجوری که شما اشاره کردید می‌گردند؟ ببینید آمار خود اینها برای دور قبلی یعنی 4 سال پیش این بود که در کل خارج کشور یعنی همه جای دنیا 116 هزار نفر از بیش از 5 میلیون ایرانی خارج کشور شرکت کرد. یعنی می‌بینید چقدر ناچیزه. حالا در این 116 هزار نفر تازه اونم اگه راست باشه، می‌دونید که یک روده راست در شکم اینها نیست، باشه در خیلی از کشورها مثل سوریه، مثلا سوریه نشسته رأی دادن، بیشترشون همین مدافعین حرم و خانواده‌هاشون، عکسش رو من نگاه کردم، در عراق رأی دادن، نمیدونم در این کشورهای اینجوری هستن زیاد دیگه. در آمریکا چند هزار نفر بیشتر نیستن، 3-4 هزار نفر بیشتر معمولا رأی دهنده نیستن. این صندوقایی که نشون میده اینها، آقای جیسون رضاییان نوشته که 55 جا در آمریکا میتونستن رأی بدن. این برای خود من تعجب برانگیزه که چطور اولا دولت آمریکا اجازه داده که به صورت نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی وقتی اونجا رأی گیری میشه دیگه، اینو اجازه داد بماند. در این 55 تا که همش که اینطور شلوغ نبوده، اینا از شلوغاش عکس انداختن. ما حدود چند هزار دانشجو داشتیم برای چند سال اومدن، خب خیلی از اینا میرن و برمیگردن، بورسیان هزار جور اینا گرفتاری دارن. یه سری خان تو همون شهری که شما تشریف دارید سفره ابوالفضل خیلی ها میندازن، از ایران میرن میان، بالاخره میدونید میخوان برگردن دنبال دردسر، نمیگردن میرن شرکت میکنن. ولی از چند هزار نفر متجاوز نیست و در اروپا هم به همین ترتیب زیاد نیست. حتی امروز یکی از دوستان من که در لندن با من صحبت میکرد میگفتش که مثلا نگاه میکرد که هر یه نفری که میخواد بره تو رأی بده تا برگرده چقدر طول میکشه، میگم انقدر طولش میدن که این صف طولانی بمونه، یعنی حرکت صف بسیار کند بود. مخصوصا نگاه میکنن که خبرنگارا عکس بندازن. اینا شرکت های ببینید این حکومت آخوندی عرض کردم باور شما، حالا یه بخشای شما میبینیم تو تلویزیون چاخان دروغای سرسام‌آوری که میگن فریب، اصلا اینها استاد فریبن. اینا مشکلات مردم رو که حل میکنن که یه اصلا کاری نکردن برای حل مشکلات مردم تو این 38 سال، همه رو ویران کردن. ولی تا دلتون بخواد در فریب و عوام فریبی اینا استادن، همه این شگرت ها رو بلدن. آخه اینا 1400 ساله با تعذیه و با روزخونی امور خودشون رو گذروندن. اینا با دروغ و فریب اصلا زندگی میکنن. خب اینا دیگه حالا صندوق‌های رأی چجوری شلوغش بکنن، رئیسی رو جلو روحانی بزنن، کارش اینه. از اینا تعجبی نیست، تعجب از اینایی که با فکول و کروات در غرب به این بساط آخوندی دامن میزنن، اینه که شرم آوره. ایناست که به اصطلاح عصای دستن. بعد شما بگید نایاک، مثلا نایاک 1000 تا عضو از 1.5 میلیون ایرانی، حدود 1000 تا عضو داره. عضوم که میگم یعنی که سالی 40-50 دلار میدن. تازه در دادگاه ما فهمیدیم که خیلی ها این 40-50 دلار هم نمیدن، یعنی عضو حساب نمیشه. حالا بگیم نه خیر 1000 نفر عضو. خب بالاخره این جماعتی که میان میرن، همین دانشجوانی که الان عکس یکشون تو فیسبوک زدم، پرچم ایران و این خانم پیچیده دور خودش، پرچم جمهوری اسلامی رو. ایران که نه، پرچم همون خرچنگش هم انداخته یه طرف که همه ببینن. آنچنان با پیروزی و عشق اظهار محبت داره میکنه. خب اینا بالاخره طرف کی برن؟ به طرف ما، میان طرف نایاک دیگه. این جماعت اصلاح طلبی که عرض میخوام اصلاح طلبی که اومدن خارج، اگنجی و فاطمه حقیقت جو تمام تلاششون، اینم آرش کرمی برای المونیتور مقاله می‌نویسه تو تلویزیون رادیو فردا صدا می‌کنم کار می‌کنه، نوشته آخ پیروز شدیم، پیروز شدیم. همه الان دیگه چند دقیقه پیش دارم اینجور آدم ها که هستن. خب اینا بعد برن طرف کی با نایاک همکاری میکنن دیگه، طرف کی موقعی برن نا. بالاخره هم نان داره هم آب داره، هم آخرت چون تأمین، هم دنیاشون چه نرن. آقای یدایی به هر حال در همین میانه هم هستند روزنامه نگارانی یا فعالانی که حتی در همین شبکه‌های جریان اصلی هم کار میکنند ولی واقعا دغدغه‌های ملی دارن، دغدغه‌های حقیقی مردم رو دارن و احساس میکنن که بایستی حرف حقیقت رو بزنن یا طرف
مردم رو در بازی بگیرن. اما وقتی که یک خبرنگار خارجی میره در داخل ایران و شاهد حضور جوونه ها در مثلا همون حسینی ارشاد میشه، همونجوری که امروز صبح خبرگزاری فرانسه اگر اشتباه نکنم تصاویر رو از حسینی ارشاد و حضور مردم و دخترای جوون، پسرای جوون توی اون منتشر کرده بود، وقتی این صحنه ها منتشر میشه و کنار هم گذاشته میشه، کمی دور از ذهن به نظر نمیرسه؟ آیا این تصور ایجاد نمیشه که واقعا مردم در درون تفکر دیگری رو میخواهن دنبال کنن؟ آیا فکر میکنید واقعا این حضوری که مردم دارن بایستی باعث ناامیدی فعالان اپوزیسیون بشه، یا به هر حال این امید باید استمرار پیدا کنه که این نیروی حاضر در میدان میتونه تبدیل به قدرت قهریه بر علیه خود رژیم اسلامی بشه؟ عرض کنم که من که خب عمیقا اعتقاد دارم بیش از 50% شرکت نمیکنن. بنابراین چرا ناراحت بشیم؟ ما با توجه به جنایاتی که این حکومت کرده شگفت زده و ناراحتیم که چرا تازه میتونن با فریب مردم و کمک خارجی دوباره 40% مردم بکشن پای صندوقا. اینه که باعث ناراحتی. اگر من اکثریت مردم که با اینا نیستن، برای من این مایه افتخاره، اما شرمساریش اون قسمته که کماکان بعد از 38 سال میتونن کارو بکنن. خارجی ها وقت که میان، اولا که خب میدونید بالاخره یه حکومتی که رو دریای نفت و گاز، کمپانی های خارجی هم که دارن تلاش میکنن به قول خودشون بونانزا، اسم لغت بونانزا رو استفاده کنن، برن تو بونانزا ایران، یعنی تا میتونن غارت بکنن، این حکومت که میدونید خب در تخفیف ویژه دادن که دستش بازه دیگه. خب وقتی که این کمپانی ها در خارج هستن، نظام هم که دست به خرجش خوبه، خب ساندیسخور کاسلیس هم در خارج پره. این چیز عجیب و غریبی که نیستش که توی رسانه ها میانجوری تبلیغ میکنن، بالاخره هر دیگه. بنابراین این تعجب نداره. میرسیم به خبرنگارهای خارجی که در ایران هم. که خب حتی ما دیدیم مازیار بهاری، آقای رضاییان و غیره رو حتی دستگیر هم میکنن بعضیش. این رو اولا یادمون نره. خبرنگار مستقل که در ایران باشه بخواد واقعیت رو بگه، اگر بهش یه بار ویزا بده وزارت ارشاد، دفعه بعد که مقالش می‌نویسه راش نمیده. من یادم همون دهه 60، یعنی 37 چند سال پیش، یه خبرنگار لومون بود، جانگراس. میدونید برای خبرنگار خیلی مهمه که وقتی گزارش می‌نویسه می‌نویسه از تهران جانگراس، مثلا تامس اردبرینک نیویورک تایمز از تهران، به میگن بایلاین. بایلاینی که یعنی همین کلمه که می‌نویسی آقا از تهران. این خیلی مهمه، هم برای خودش اعتبار، هم برای روزنامه. خب این آقای جانگراس هر وقت می‌خواستشون تشریف ببره، قبل از که ویزا بگیره یه ماه دو ماه قبلش، یه مقاله چرب و نرم برای جمهوری اسلامی می‌نویسه. نمی‌دونم سردار سازندگی داره چیکار می‌کنه از این حرفا. اون موقع رئیس مجلس بود، اش تبلیغ میکرد. خب الان همینه، یه بار بهش ویزا میدن، اگه دفعه بعد نکنه گوشو میگیرن. تازه گهگاه گوش امثال جیسون رضاییان و اینا رو میگیرن که هیچ کاری نکردن، که بقیه بیاد حساب دستشون، که وقت مقاله بعد ننویسن. این تازه موقعیه که نخوان بعد باشن با رژیم. حالا وای به حالی که رسانه هایی باشه که اصلا کلا از خط استحاله و اینا حمایت میکنن و امید بستن به خاتمی روحانی. خب معلومه دیگه چی مینویسن. این که هیچ، در شرایط کنونی تحول دیگه هم شده. درست. تحولش اینه که بالاخره سیاست آقای ترامپ این بود در خاورمیانه، اما متحدین سنتی آمریکا، عربستان، اسرائیل اینا دور شد، به جمهوری اسلامی نزدیک شد. به قول خودش می‌خواست تعادل جدیدی برقرار کنه. آقای ترامپ اومده اینو می‌خواد برگردونه. خب اولین سفرش هم داره میره عربستان. در آمریکا یه سری از جریانات، حالا هر کسی میتونیم بحث کنیم چی کسی هستن، اینا خواهان دوری از عربستان و نزدیکی با جمهوری اسلامی هست. یعنی این دوتا رو مترادف هم میبینن. اینا تو این چند روزه با تبلیغ انتخابات و مترادف دونستنش با وضع عقب افتادن عربستان، تلاش میکنن چیکار کنن این بازی رو به هم بدارن. این هم یکیشه. البته یه چیزی یادمون نره، در عربستان طبیعی حقوق زنان رعایت نمیشه. نمیدونم خیلی اینا هست. درسته. اما اینو نگاه بکنیم، عربستان چند ساله درست شده؟ عربستان 70 ساله، 80 ساله، چقدره؟ تو همین قرن 20 هم درست شده. بله. اوکی. از اون موقع نگاه بکنید که بوده، که جامعه قبیله‌ای بوده تا الان، یه منحنی بکشید ببینید حقوق بشرش به کدوم سم رفته. بالاخره یه سری حقوق دادن دیگه.
فرهنگن مردم با اون حکومت همخوانی بسیار زیادی دارن. شما چقدر دیدید مثلا در عربستان هزار تا مخالف سیاسی بکنن زندان و اعدام کنن؟ هست نارضایتی ها، ولی اصلا قابل مقایسه با ایران در زمان این حکومت نیستش که. یعنی تفاوت اون جامعه با حکومتش بسیار کمتر از تفاوت جامعه ما با حکومتمونه. ما حقوق بشرمون در 78 سال گذشته، در این 38 سال گذشته منحنیش بکشید به کدوم ور بوده؟ داره میره به تایچا، داره میره تایچا. مال اونا آرام آرام دارن یه حقوق میدن، لاقل حقوق پس نمیگیرن. تفاوتش اینه، اینو در خارج که نمیان بگن که این حکومت یه حکومت ما، یه حکومت ویژه شیعیاد. کجای دنیا دید آقای آقا زمانی بیان 5-6 درست همه جای دنیا دیکتاتوری ها میخوان نمایش انتخابات هم بدن که نمیذاره. تو عربستان که خب انتخابات نمیذاره که. صدام هم که میخواست انتخابات بذاره یا بشار اسد 98 درصدی 99 درصدی یه نوع کاندید بود. من اینم بشار اسد دفعه قبل فکر کنم میخواست که کاندید بشه دستگیرش کردن، خودش 98 درصد بود مثلا. خب این مدل تهران فرق نمیکنه پس به این ترتیب؟ نه مدل سنتیه، ولی براشون فایده نداره که، نمیتونن خرجش کنن به نام انتخابات. درسته. شاهکار آخوندی رو ببینید، میاد خودش مثلا فکر کنم بشار اسد یه روز عقلش برسه بیاد پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی و نام پسر عمه رو بذاره بگه کاندید چی، خودش هم میدونه کی باید بشه، به مردم بگه آقا برید به اینا رأی بدید، بتونه در خارج کشور هم مثل لابیست و ساندیسخور پیدا کنه بیاد اینو به عنوان انتخابات خرج کنن مثلا. میگه البته خب چون رو دریای نفت و گاز نخوابیده بشار اسد نقطه استراتژیک امنی برای هیچ که اهمیت زیادی نداره، این ایرانه که اهمیت داره به این بازی ها توجه. بنابراین این حکومت آخوندی اینا رو یاد گرفته، اینا رو داره درست انجام میده، اینا رو این بازی ها رو انجام میده که جد آباد اینا بلد نیستن. آخه کدوم حکومتی تو دنیا دید آقا زمانی، کدوم حکومت دیدید؟ کنفرانس ضد هولوکاست میذاره در ایران، در تهران، نئونازی های اروپا فاشیستترین واپسگراترین آدم ها رو جمع میکنه، درست؟ بله. با حزب الله لبنان و کتایب امام علی و هر کوفت و زهرما رو بگی در خاورمیانه دیگه اون واپسگراتر نیست، واپسگرای اسلامی هم که رفیق، با تمام نئونازی های اروپا هم گرد کردن متحد، تو آمریکا با گروه های چپ هم رفیقه، پا میشه خانوم یکی از چپترین رهبر گروه مثلا کات پینک پا میشه میره تهران تو کنفرانس جمهوری اسلامی که باید اسرائیل رو بایکوت کنه، اسرائیل رو تحریم کنه. بعد موقعی که میخوان جمهوری اسلامی رو تحریم کنن، همه خانم که رهبر گروه چپ آمریکاست میره تو کنگره با زنجیر خودش رو میبنده، میخواد بکشه که چرا میخوان جمهوری اسلامی رو تحریم کنی؟ این هنر نی؟ درست. که شما چپ آمریکایی و نئونازی اروپایی و واپسگرای خاورمیانه ای رو یه جا بریزی تو جیبه، که آقای مسعود بینود و تیتا پارسی و استاد دانشگاه هاروارد و دانشگاه ییل برای روحانی سینه بزنن، این هنر نی؟ خب میخوام بگم کار سیاسی و مبارزه سیاسی سختیش همینه که ما اینا رو ببینیم، این عوام فریبی ها رو ببینیم، بتونیم باش مبارزه بکنیم. درست. بی نهایت ممنونم آقای دایی از تحلیل قوی و محکمتون. عذر میخوام که به دلیل پشت هم بودن مهمان ها مجبورم ازتون در این بخش برنامه خداحافظی کنم. اجازه میخوام تا پایان شب، اگر که میدونم به وقت شما کمی هم دیر وقت میشه، باز به شما برگردیم در بخش دیگر از برنامه قبل از اینکه شما بخوابید، با اعلام نتایج آرا در خدمتتون باشیم. فعلا از به نظر میاد فقط من این نکته بگم، به نظر میاد با خبرایی که داره میاد با اختلاف زیاد روحانی برنده خواهد شد. بی نهایت سپاسگزارم آقای دایی عزیزم، خیلی ازتون متشکرم و ممنونم و مطمئنم که اونچه که شما میگید حتما به واقعیت نزدیکه.